با سلام و درود فراوان خدمت شما همراهان همیشگی این برنامه با قسمت دوم مصاحبه‌مون با خانم حمیده در استدیو مهمان خونه های گرم شما هستیم. حمیده جان مرسی از اینکه وقت تو دوباره به ما اختصاص دادی و امروز هم همراهی تو دلگرمیه برای من. خواهش میکنم ازم خدمتتون، روزتون خوش. اگه یادتون باشه که در قسمت قبل جمع‌بندی کردیم تا ابرو، الان میخوایم در رابطه با خط چش صحبت کنیم و اینکه خط چش چند تا مدل داره، به چه صورت، داخل چشم، خط موژه، در رابطه با اینا برامون توضیح بدید، چه کارهایی باید انجام بدید و مثل خط ابرو چه محدودیت هایی داره و به چه صورته. در کل خط چشم نوعای مختلفی هست، بستگی به سلیقه و دلخواه مشتریه. ما میتونیم خط بن موژه یا اینکه در داخل خطوط موژه که رویش موژه فقط کار کنیم، داخل چشم میتونیم کار کنیم و خط چشم به شکل خیلی پهن‌تر انجام بدیم. نوعای مختلفی هست، ما مدل های مختلف داریم، به مشتری نشون میدیم، مشتری مدلی که دوست داشته باشه براش اون کار رو پیاده میکنیم. سبک کارم باز به شکل ابرو هستش، مقدار اندازه‌ای که سوزن باید در پوست نفوذ بکنه. تو دستگاه دیجیتال که جدیداً برای میکروپیگمنتیشن تعبیه شده، خود دستگاه اندازه و مقدار عمق سوزن رو به ما میده. مثلا ما برای چشم روش تنظیم میکنیم، مقداری که باید سوزن در داخل پوست فرو بره خود دستگاه تخمین میزنه و به ما میده. برای ابرو جدا قسمت جدا داره، برای لب قسمت جدا داره و اینا خودش به وسیله اون دستگاه اندازه و استانداردی که باید ما کار بکنیم و به ما میده. بعد هیچ آسیبی به چشم نمیرسونه یا اینکه بعد از اون دوره ترمیم چیزی داره که مثلا مراقبت های خاصی داره؟ آیا داروی استفاده میکنید زمان انجام این کار؟ در کل پوست عضو حساس بدنه، هر قسمتی از پوست بخواد کار بشه کار با سوزنه. حالا در سطح پوستم بخواد کار بشه یک مقدار درد خواهد داشت. ما در طول کار قبل از کار از انستاتیک استفاده میکنیم، از نامبین کرمایی که مجازه توی کشور استرالیا که 5% لیدوکاینه استفاده میکنیم و اون درد رو خیلی کم میکنه. شاید در طولی که اثر داره، مثلا در زمانی که اثر داره که حدوداً 20 دقیقه است، مشتری هیچ دردی رو احساس نمی کنه و بعدش باز هم اگه دردش شروع شد باز هم میتونیم مجدداً از نامبین کرم استفاده بکنیم. در مورد عوارضش، در مورد اینکه ممکنه مشکلاتی داشته باشه، بستگی به حساسیت پوست امکان داره برای بعضی دوره نقاهت یک مقدار طولانی تری داشته باشه، ولی چون رنگ‌هایی هستش که معدنی و گیاهیه و ما مطمئن هستیم ازش که این رنگ‌ها وقتی داخل پوست بره هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه، دستگاه برای ما تعیین می‌کنه عمق سوزن و همه چی از راز پزشکی محاسبه میشه، اینی که هیچ مشکلی نداره، مخصوصا کسی که داره انجام میده متخصصی باشه که با طراحی چهره، با به اصطلاح رنگ شناسی چهره آشنایی داشته باشه و دوره کامل این کار رو گذرونده باشه، به خاطر اینکه چشم یک عضو حساس بدنه و اگه کسی بخواد ناشیانه این کار رو بکنه ممکنه که خب بله یک عارضه ایجاد بشه، اون دیگه بستگی به تبحر اون پیگمنتر داره. بعد برای چه مدتی این عارضه میتونه ماندگاری داشته باشه؟ یا مثلا من این کار رو انجام میدم دوره نباهتش این یک هفته طول میکشه، من باید به شما مراجعه کنم، به پزشک مراجعه کنم، باید چه کاری انجام والا میدم؟ توی موردهای مختلفی که من انجام دادم به تجربه خودم توی خط چشم، اگم توی خیلی مواردی که پوست حساس بوده نهایت 48 ساعت دوره نقاهت داشته که در بعضی حتی من چون معمولا برای خط چشم برای کارهای دیگر رو نه، ولی برای خط چشم حتما تماس میگیرم به خاطر که اینجا خیلی مهمه، میپرسم 100% که چشمتون چجوریه، وضعیتش چجوریه. ولی اگه بخواد
ورم یا هر مشکلی مثلا داشته باشه، یه مقداری قرمزی بعد از این کار داره، معمولا رفع میشه با کرمی که بهش میدیم، بهش میگیم که از اون کرم استفاده بکنه، با اون دستوری که بعد از کار بهش میدیم و مراقبت های و افترکری که باید انجام بده، میتونه دوره نقاهتش به حداقل برسه و زیاد آسیب نبینه، اذیت نشه. بعد در رابطه با سایه چی؟ سایه هم همین مشکلات رو داره یا نه؟ بعد هیچ تأثیری بعد از اون روی پوست پشت چشم داره؟ باعث چروک میشه نمیشه؟ و شما پیشنهاد میکنید که چه رنگی استفاده بکنن؟ هر رنگی که مشتری بخواد شما استفاده میکنید، یا شما پیشنهاد میکنید رنگی رو استفاده کنن که اون کسی که استفاده میکنه خسته نشه و دوست نداشته باشه مدام بیا تغییرش بده؟ ببینین، در کل سایه اگه خودت هم دیده باشی، من توی کارهایی که دیدم، سرچ کردم توی حتی تمام استرالیا یا حتی کشور خودمون، اون سایه که من موفق شدم که اون کار رو بکنم ندیدم. من خیلی روش مطالعه کردم، خیلی بررسی کردم و شاید روزها ساعتها من قبل از اینکه این کار انجام بدم در موردش تحقیق و بررسی کردم. اینکه بخواد آسیبی به پوست برسونه، اینکه بخواد برای پوست مشکل ایجاد بشه، فقط توی همون دوره نقاهتشه، چون در پلک چشم حساسترین جای اعضای صورته، ممکنه دوره نقاهت طولانی تری داشته باشه، ولی هیچ آسیبی به پوست نمیرسه، برای اینکه رنگاش و همطور که گفتم سوزنش و بله اینا کاملا شناخته شده است و ما میتونیم با اطمینان این کارو بکنیم. دوستا. در مورد اینکه ما چه رنگی استفاده بکنیم و این کارو بخوایم پیشنهاد بکنیم به مشتریمون، درسته من پیشنهاد میکنم همیشه، چون که خودم یه میکاپ آرتیستم هستم و زیبایی چهره رو میشناسم، به اصطلاح میمیکای چهره رو میشناسم، میدونم به هر شخصی چه مدلی میتونه بیاد و چه مدلی میتونه مناسبش باشه به شخصیتش، کاراکترش، به ترکیب صورتش. همیشه ایده‌هامو به مشتری میدم. خب اینجا تا جا بیافتم، تا منو الان بشناسین، هستم الان خدمتتون، طول کشیده تا به من ایمان پیدا کنن و اینکه بخوان مثلا دیگه حرفم دیگه همون باشه. خب تو کشور خودم چون سالها کار میکردم، اینکه دیگه اصلا بدون اینکه هیچ نظری داشته باشن میگفتن هر کاری خودت خواستی، ولی اینجا هم الان من میتونم نظرمو بدم به مشتریام و دیگه الان اینو میدونن که من میتونم بهشون یه راهنمایی درست بکنم. معمولا بهشون رنگی رو پیشنهاد میکنم که بیشتر بتونن استفاده بکنن، ولی رنگ‌های شاد واقعا زیبا هستن. از اونجایی که بعضیا دوست دارن از رنگ‌های شاد مثل مثلا سبز کله قاضی، نمیدونم آبی تیره، آره آبی‌های مختلف که خیلی صدفی و خیلی زیبا هن، حتی مثلا یک رنگ‌های صدفی که توی مثلا خاکستری هستن، اینا رو که وقتی انتخاب میکنن، چون من کاتالوگ رنگ دارم از رو اونا میبینن رنگ رو انتخاب میکنن، چون یه چیز دائم نیست، ما میتونیم مثل تتو نیست، ما سالها باش درگیر باشیم نتونیم ما رو اونو چیز کنیم، اونو تغییر بدیم. ما میتونیم این رنگ رو داشته باشیم، بعد از یه مدتی بخوایم رنگش رو تغییر بدیم، میتونیم یه رنگ دیگه مثلا کنارش داشته باشیم. درسته، پس اینی که راحتی قابل تغییر. قابل تغییر. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. لحظه با ما همراه بودید. حمیده عزیز رو همچنان در استودیو داریم.
مرسی حمیده جان، خستت هم کردم امروز، ولی سوالات اینقدر زیاده که دوست دارم همش رو امروز ازتون بپرسم که دیگه یک بار دیگه شما رو به زحمت نندازیم و تشریف بیاریم. میدونم که سرتون خیلی شلوغه، ولی این افتخار رو به ما دادین که امروز در خدمت شما باشیم. خوشحالم خدمتتون هستم. خب حمیده جان، یه سوالی که شاید فکر می‌کنم برای خیلی از بینندگانم پیش بیاد اینه که کسی میخواد بوتاکس انجام بده و قصد این هم داره که بیاد تتو انجام بده، آیا این دوتا تداخلی با هم دارن؟ خیلی میتونه تأثیر داشته باشه و خیلی تأثیر خوب داشته باشه یا تأثیر منفی داشته باشه. من معمولا اینو به مشتریان میگم که کسایی که میخوان هم تتو بکنن و هم میخوان بوتاکس بکنن، اول باید تتو بکنن بعد بوتاکس بکنن، به خاطر اینکه جایی رو که میخواد ابروشون رو قرار بدن از قبل اونو محاسبه بکنن و اونجا رو داشته باشن، چون با بوتاکس جایی که دم ابروه ممکنه تغییر بکنه و اون بره بالاتر، بعدش اینکه اثر بوتاکس از بین بره، دم بیاد پایینتر، دم ابرو بیاد پایینتر، یا حالا جلوی ابرو، تاج ابرو، هر قسمت ابرو، اینی که اول که بوتاکس که میکنن این کارو خراب میکنه، پروسه رو خراب میکنه. پس اول تتو بکنن بعد بوتاکس کنن. حتی در مورد اینا الان من باز اشاره بکنم که در مورد لب، برای کسایی که میخوان خط لب بزنن یا کسایی که میخوان رژ لب بزنن و همینطور دوست دارن که از حجم کننده های لب بعد استفاده بکنن، مثل ژوودرم ها یا فیلر ها استفاده بکنن برای اینکه یا پروتز بکنن لبشون، هر کاری بکنن که برجسته تر بشه، از بین این دوتا کار اول خط لب رو بزنن، حد و حدود لبشون رو مشخص بکنن، بعد اون کار رو داخلش رو حالا میخوان با فیلرهای مختلف پر کنن. بعد کسی که به شما مراجعه میکنه، شما چه کاری رو اول روی صورتشون انجام میدید؟ طراحی خاصی نیاز داره؟ اندازه گیری خاصی نیاز داره؟ در رابطه با اینم توضیح بدین. معمولا وقتی که اپوینتمنت میگیرن، خانم‌ها تشریف میارن، برای جلسه اول من یک ساعت بیشتر از زمانی که در اختیارشون هستم برای اینکه کار میکروشون رو انجام بدم در نظر میگیرم. مثلا اگه یک کار هر خانومی دو ساعت و نیم طول بکشه، چون من خیلی با حوصله، خیلی ظریف و خیلی با دقت کارم انجام میدم، دوست ندارم از لحاظ زمان تو فشار باشم، دو ساعت و نیم و سه ساعت و نیم براش محاسبه میکنم بین مشتری که میخوام با هم اپوینتمنت بدم تداخل ایجاد نشه. اون یک ساعت رو در نظر میگیرم. مشتری وقتی که میاد باید بشینیم صحبت کنیم، با هم مشاوره بکنیم، مدلی که بخواد. پزشکی شما اول بررسیشون میکنیم، 100% پرونده هست، پروفایلی هستش که باید اونو در مورد کارهای خودشون، مشکلات خودشون، بیماری اگه داشته باشن، یا مثلا اگه خون داشته باشن، هپاتیت داشته باشن، حامله باشن یا هر چیز دیگه. اونجا البته یه سوالایی من قبل از اینکه وقت بدم از مشتریان میکنم، اگه اونا رو اون مشکل ها رو داشته باشن یا اون موارد رو داشته باشن اصلا بهشون اپوینتمنت نمیدم. ولی باز هم یه سری چیزا هستش که باید تو اون فرم پر کنن، افترکری که بعد باید استفاده بکنن، امضا کنن که حتما از اون افترکر به موقع استفاده بکنن و همه اون کارهایی که باید رعایت بکنن، مثل مثلا نرفتن سونا، استخ، زیر نور آفتاب، یا اینکه سولاریوم. چه مدت زمانی نیازه؟ معمولا من توصیه میکنم تا ترمیم اول، برای اینکه چون این کار خیلی سطحی هستش و روی سطح پوسته، این کارا رو انجام ندن تا بیشتر رنگ بمونه، پیگمنت بیشتری داشته باشیم برای مرحله دوم. این مرحله دوم چه مدت؟ 4 تا 6 هفته بعد با جلسه دوم معمولا میذاریم. این در صورتی که اون خانم نتونه بعد از 4 تا 6 هفته بیاد، میتونه تا 3 ماه هم به تعویق بیفته، ولی بهتر اینه که به موقع همون 4 تا 6 هفته بعد بیاد برای جلسه دوم. اینا رو همه این صحبت ها رو باشون میکنیم. کاتالوگ رنگ دارم که از همون رنگ های آمیاست که گفتم من با رنگ و دستکاش کار میکنم، در مورد ابرو، در مورد چشم، سایه چشم،
و رژ لب، رنگ های مختلفی هست، رنگ رو انتخاب میکنن. معمولا یه متخصص یا پیگمنتر باید بدونه اون رنگ انتخابی مشتری با توجه به پیگمنت صورتش باید چه رنگی استفاده بشه، اون رنگ همون رنگ ممکنه نیاز نباشه، یعنی نباید استفاده بشه، باید پیگمنت صورتش رو در نظر بگیریم، باید اینو در نظر بگیریم که 40-50% رنگ کم رنگ میشه و بعد شما میریم نگاه سراغ به پوست و همه اینا بله، رو در نظر میگیریم. بله، چهره فرد، پوست فرد، اینا رو در نظر میگیریم، پوست رو در نظر بگیریم برای انتخاب رنگ. اگر کسی قبول نکنه دیگه مسئولیتی با شما نیست. نه، ما اصلا در این خصوص نیازی نیستش که به مشتری بگیم که ما داریم برای پوستش چه محاسبه ای میکنیم. اوکی. این دیگه به دانش خود پیگمنتره که تشخیص بده این پوست مثلا زردی داره، این پوست سبزی داره. درسته. برای خونسا کنندش چه رنگی باید مخلوط بشه. درسته. چه رنگی باید اون خونسا کنه یا چه رنگی باید اون رو شارژش بکنه. این بعد از اینکه اینا رو انجام دادیم میریم سراغ طراحیش. به نظر من یه پیگمنتر موفق پیگمنتری که بیشتر از همه طراحی چهره رو بدونه. یه پیگمنتر باید بدونه که به هر صورتی چه مدلی میاد. نقاش خیلی حرفه‌ای هستی. خب من سالا مکاپ آرتیست بودم، عروسای زیادی درست کردم و عاشق آرایش کردنم. من هر موقع از روز بیاین توی خونه من همینجور آرایش کردم. من که جایی برم یا اینکه بخوام مثلا به خاطر کسی حتی تنها هم باشم، من عاشق آرایشم. اینی که دوست دارم آره همیشه آدم به خوش برسه، مرتب باشه. اینی که بشینین روبروی مدلتون، نه اینکه بخوابونین، که از زاویه‌های مختلف بتونین مدلتون رو ببینین، موقعی که حرف میزنه، موقعی که میمیکای صورتشو باید در نظر بگیرین، موقعی که ممکنه یه ابروشو بالاتر بده یا ابروشو پایینتر بده، یا اینکه هر مثلا میمیکی که این صورتش داره اونو در نظر بگیرین، محاسبه کنین و طراحیشو انجام بدین. طراحی رو از روبرو که انجام دادین با مشورت خود مشتریتون، به آخرش با به دلخواه خود مشتریتون، وقتی که اوکی داد میریم سراغ بیهس کردن. حدودا 20 دقیقه، یک ربع تا 20 دقیقه مواد بیهسی رو براش میذاریم و بعد از اون شروع میکنیم کار رو براش توی آرامش، توی نه جای شلوغ، نه جایی که بخواد خیلی سر و صدا باشه. به نظر من تو هر کار هنری، من همیشه به هنرجوهام میگفتم، همیشه توی سالن خودم تو ایران این قانون من بود، موقعی که یه کار هنری داریم میکنیم، مخصوصا که این با سوزنه، مخصوصا که با سلامت انسان در شما کاملا تماساستین، بله، باید تمرکز بکنه آدم رو کارش، فقط به همون فکر کنه و هیچ مشغله دیگه ای نداشته باشه، اون کار رو به نوع احسن بتونه انجام بده. بعد از اینکه کار تموم شد، براش از کرمایی که بعد از تتو استفاده میکنیم، آفتر کرمی مخصوص هست که ما ازش استفاده میکنیم و یه ورقه هستش که بهش میدیم که تو خونه بخواد همه اون کارهایی رو که باید انجام بده انجام بده. زمان قدیم تتوی سنتی قدیم که انجام میشد، مثلا ابروی فردو خیلی میبردن بالا، بعد قابلیت تغییر نداشت، حالا یه کارهایی انجام میدادن، بعضی با اسید، بعضی با لیزر میتونستن کمرنگش کنن، ولی اون چیزی که من فهمیدم شما با روش جدیدی میتونین رو ساکشن کنین، ریموف کنین. یه مقدار در رابطه با این موضوع برامون توضیح میدین؟ والا من که اومدم اینجا 90% مشتریای من خانمایی بودن که تتوهای خراب شده یا تتوهای قبلی داشتن که سنتی بود، یا اینکه تتوهایی بود که از رنگش ناراضی بودن یا از مدلش ناراضی بودن، و بنا به قانونی که ما اینجا یاد گرفتیم توی کالج، یا اینکه به هر حال خیلی جا هستش، این که ما نمیتونیم روی تتوهایی که کار شده یا تتوهایی که به این صورته خیلی دخل و تصرف ببریم و خیلی نمیتونیم اونا رو تغییر بدیم، مخصوصا اگه رنگش رنگای مشکی باشه. من بازم مثل سایه که واقعا بارها روزها من روش کار کردم، خیلی کار کردم روش، موارد مختلف رو بررسی کردم و روی یکی دو مشتریم که به هم به اصطلاح مشتریای دائم من بودن برای لب، ابرو اینا می اومدن، پیشنهاد کردم که اگه دوست دارن برای اینکه بخوان ابروشون رو من میتونم این کار انجام بدم. باز هم مشتری ها رو برای اینکه بخوام جواب کامل از این کارم بگیرم
اوکی ندادم به همه که میتونم این کار بکنم، ولی توی 90% موفق بودم، کارا رو گذاشتم. میتونیم ببینین که بعد از اینکه حتی تو جلسه اول به اون نتیجه‌ای که رضایت مشتری رو جلب کرده رسیدم و تونستیم یه ابروی خوشرنگ رو داشته باشیم. بعد سوال دیگه اینه که شما به من گفتید روش جدیدی رو دارید وارد بازار کار میکنید به اسم میکرو شیدینگ، درسته؟ درست. یه مقدار در رابطه با این توضیح میدین که چی هست، به چه صورته، چه تفاوتی داره، و اگه یادتون باشه به من گفتین که یک انقلاب متفاوتی در این زمین است. میکرو شیدینگ یا پادر افکت یک روش جدیده که از جولای، تقریبا از جولای اومده. من چون کارهای به اصطلاح دو تا سه تا اساتیدی که واقعا براشون احترام قائلم تو دنیا و کارهای اونا رو دنبال میکنم، این کار توی کار ماهای اخیرشون بوده و من خیلی دوست داشتم که این کار رو یاد بگیرم، چون که در نهایت خیلی طبیعی میشه، مثل یه سایه‌ایه که بدون اینکه هیچ کادر و یا هیچ مثلا چیزی بخواد اونو مشخص بکنه که یه حالت تتو داره، خیلی طبیعی میده برای خانمایی که معمولا با سایه یا مثلا مداد کار میکنن ابروشونو و یه تهرنگی بهشون میدن. این کار مثل همون کار میشه، یه دوره نقاهتی البته داره بعد از 10 روز وقتی که رنگای اضافه بریزه کاملا حالت طبیعی به خودش میگیره. در ابتدا خیلی پررنگه؟ در ابتدا پررنگتره به خاطر اینکه یک مقدار از روش‌های قدیمی، عمق کاری که انجام میدیم یا فشار کاری که انجام میدیم، فشار دستی مقدار بیشتره. نه هیچ عمقی نداره بازم، ولی یک مقدار فشار کار بیشتره، به خاطر همین یک مقداری دوره نگاهت هم داره. و ما میتونیم به صورت هایلایت کار بکنیم تو این روش، یا حالت سایه روشن، از روشن به تیره بهش میگیم آمبره ابرو، که درسته. خیلی کار زیبا و قشنگی میشه. درسته. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. فکر میکنم مهمونمون دیگه باید یه نفسی تازه کنم. سوالی که هست اینه که میخوام یه جنبندی با هم دیگه داشته باشیم. شما گفتین که روش میکرو بلندینگ و میکرو پیگمنتیشن تفاوت خاصی نداره، ولی ابزارشون با هم دیگه متفاوته. یعنی میکرو بلندینگ ابزارش دستیه، مثل یک مدادی میمونه که شما میخواید نقاشی کنید، شاید خطوط صافتر، بهتر، طراحی قشنگتر و طبیعتره، درسته؟ از لحاظ قشنگتری میتونه هر دوتاشون قشنگ باشه، ولی توی میکرو بلدینگ برای هاشور ابرو میتونه خطوط خیلی صافتر باشه. من از میکرو بلدینگ برای خط چشم استفاده کردم و خیلی زیبا و خیلی صاف میشه. حتی برای رژ لب ازش استفاده کردم که من خیلی راضی بودم. ببینید همه اینا بستگی به اون متخصصی داره که این کار استفاده میکنه و هر دوتا اینا میتونه همون کارایی ها رو داشته باشه، چون هر دوتاشون سوزن های شبیه به هم داره، نیدلاشون مثل همه. درست. یعنی میتونه ما از ابزارهایی که دوتاشون مثل همه استفاده بکنیم. اون اینی که موضوع اینه که دست چه کسی باشه تا بتونه اون ازش استفاده به بکنه. به تبحر فرد میکرو پیگمنتیشن در کل دستگاه دیجیتاله، خود دستگاه محاسبه میکنه و اینکه خود دستگاه محاسبه میکنه خیلی ایمنتره. درسته. میکرو بلدینگ باید متخصص میکرو پیگمنتیشن باشی تا بتونی کار بلدینگ رو انجام بدی. درسته. و اون قلم رو دست بگیری. یعنی فاصله ها امکان داره مثلا اگر کسی بلد نباشه، تبحر خاص نداشته باشه. 100%، چون اون محاسبه میشه و شکل همون دستگاه تتوی قدیمیه، منتها از لحاظ پزشکی. درسته. و از لحاظ استانداردهای بهداشتی همه چیزش کامله. استاندارده، ولی توی این قلم میکرو بلدینگ اون دوره رو اگه گذرونده باشی و قادر باشی با این کار. درسته. بکنی، این
اصلا اینا خودش هر کدوم یک دنیاییه برای خودش دلسته. و واقعا لذت داره کسی که ازش برد. من واقعا وقتی هر روز که کار جدیدی دارم اون روز انرژی دارم، چون دلسته. واقعا لذت میبرم از این دستگاه استفاده میکنم. بعد یه چیزی که خیلی ذهن منو مشغول کرد در رابطه با اون رنگ هایی که شما گفتید، که رنگ هایی که الان شما استفاده میکنید رنگ های معدنی گیاهی هستن و حتی باعث رویش مجدد مو هم میشه، ولی رنگ هایی که دارن استفاده میکنن، حالا توی ایران میگید اطلاع دارید رنگ های تتوی بدن هستن و خیلی ضرر دارن، اگر توضیح در این زمینه بدید و آیا میتونن بفهمن یا نه باید آگاهانه انتخاب کنن اون متخصصشون رو، به چه صورت توضیح در این زمینه بدید؟ والا وقتی که من اینو مشاهده کردم یه چند وقت پیش خیلی برام جالب بود، چون که رنگ ها خیلی ارزونن، رنگ هایی که استفاده میشن. وقتی که من اینجا سرچ کردم قیمت اون رنگ ها رو به دست آوردم با اون چیزی که تو ایران اینا رو دارن میفروشن، واقعا متفاوت قیمت رو، یعنی چیزی حدود 10 برابر بود. و اینکه چرا این تتوها اینقدر خوب در میاد، چطوری میتونن کاراشون، واقعا کارهای خوبیه. من وقتی نگاه میکنم در مجموع میبینم کار میکروشون، کار هنریشون کار خوبیه، ولی چرا اینا، یعنی علم اینو ندارن که برای مثلا این کار از چه چیزی باید استفاده بکنن، چه رنگی باید استفاده بکنن، چه جوهری نباید استفاده بکنن و از اینا استفاده میکنن، یا به خاطر بیشتر درآوردن پول با مثلا جون مردم حتی ممکنه بازی کنن. من اینو میدونم و اینو آموزش میدم به همه کسایی که توی سالن خودم تو ایران دارن کار میکنن، مربیای خودم توی ایران توی سالنم دارن آموزش میدن کار میکنن. اینو من بهشون میگم که از اینا استفاده نکنن، از چه رنگی استفاده بکنن، چون که بیشتر از همه سلامت انسان مهمه. و این رنگا رنگای بدنه، این رنگایی که برای صورت درست میشه مناسب ساختار صورت و برای همون به اصطلاح این فراهم شده. ولی رنگایی که جوهرهای بدن رو دارن حاوی سرب یا ممکنه بعضی موادی باشن که برای پوست در دراز مدت تولید بیماری های مختلفی بکنن. از حمیده عزیز بسیار تشکر میکنم که تا این لحظه من رو همراهی کرد، وقتش رو در اختیار ما گذاشت و پاسخگوی سوالای ما بود. مرسی از شما حمیده جان که امروز هم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. اگر صحبت پایانی هست که با بینندگان داشته باشید. خواهش میکنم، روزتون خوش، امیدوارم که همتون سالم و تندرست باشین همیشه و موفق و معید. بینندگان عزیز، بخش پایانی مصاحبه‌مون رسیدیم. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم از این برنامه لذت کافی برده باشید و بتونیم اطلاعات مفیدی رو در برنامه‌های آتی هم در اختیارتون قرار بدیم. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود.